بدنه، تیغه، ویلچه، قسمت فوقانی کلنگ و قسمت تحتانی کلنگ. کلنگ ها بر اساس اندازه ها بین 58 تا 65 راندمان و استاندارد خیلی خوبیه، خوب میتونیم ما رو بدیم توی بحث سقوط ها، ترمز ها. استاد نه این عالیه، استاد این عالیه. و بند حمایت، خب یه ویژگی خب اصولا در کلنگ های اهمیتی که قطعا ما تو درس دیروز گفتیم، بحث تکنیکال بودنش و بحث بیسیک بودنش که ما بتونیم توی مسیرهای مختلف برقی استفاده کنیم. تو تکنیکال ها حجم بارگیری در کارگاه ها به مراتب بیشتره. در بیسیک ها امکان کارگاه گرفتن رو ما پیشنهاد نمی کنیم، چون با هر گونه شوک های سخت امکان داره از وسط کلنگ خم بشه. پس قاعده کار ما برای کارگاه با کلنگ های تکنیکال هست. دوستان دقت کنید که عمود شدن تیغه ها هرچی که به سمت پایین تر باشه، نشست کلنگ و استقرار شما در مسیرهای برفی مراتب بیشتره، تا اینکه سطح تیغه ها افقی تر باشه. توجه فهمیدید؟ هرچی به سمت عمود باشه سطح تکنیکال بودن کلنگ بالاست. حالا برای اتصال، الان من نگاه کردم جناب باقری عزیز، دوستان برای بنده داخل آسایشگاه بودن سوال میکردن، کلنگ رو به هیچ وجه نه به این صورت قرارش بدید ببندیم با تناب، نه یه فرمی که اینجا رو پرش کنید، بالا رو یه جوری رهاش کنید، از این موارد رو از ذهنتون خارج کنید. در وهله اول کلنگ که میخواییم به کوله پشتی که اومن دو تا لوپ داره برای قرار گرفتن جفت تبر یا کلنگ، توجه فرمودید، شما از سخمه میایین داخل حلقه موجود، از بالا وارد میکنیم، دوستان چرخ میدیم، حتما باید تیغه به سمت پهنه کوله بشینه. تیغه به سمت بیرون کوله بشینه، افرادی که دارن عبور میکنن دچار حادثه میشن، توجه فرمودید؟ اینجا که نشست، این بالا شما بند حمایتی کلنگ می‌دارید، خود کارگاه کارخونه طراحی کرده و شما از این روش دوستان این نداره ببینید، من بر می‌گردونم میارم به این سمت، تمام کوله پشتی های روزی که تولید میشه این اتصال و این تنابچه رو داره. من میام داخل این میذارم، نشست کنم، بندها رو هم نذارین آویزون بمونه، حتما پر کنید و قسمت بالا، یعنی یا چرخ بدید تابش بدید که به پایین معلق نشه و به همین صورت کلنگ شما از این طریق حمل میشه. حمل بعدی،